زندان‌های شما دارن شکنجه می‌شوند و صدایشون را خفه کرده اید. شما جنایتکارانی هستید که دو هفته پیش بود که محمد جراحی رو کشتید. من تو بودی هستم. بچه ها بشید، شما را باید رسوا کرد. بار تراحی نیشون اسلام شهرگی رو، بار تراحی نیشون اسلام شهرگی رو، بار تراحی نیشون اسلام شهرگی رو. نهمین نمایشگاه بین المللی که بزرگترین نمایشگاه در دنیا هست در شهر فرانکفورت برگزار میشه و در این نمایشگاه میلیون ها نفر از این نمایشگاه دیدن میکنن و امسال هم مثل سالهای گذشته جمهوری اسلامی در این نمایشگاه حضور داره و اعلام موجودیت کرده مثل سالهای گذشته و همزمان با اون اعتراض مخالفین جمهوری اسلامی، مخالفین نقض حقوق بشر، مخالفین به اعدام و در همبستگی با کارگران زندانی و خانواده های زندانیان سیاسی و همینطور در رابطه با مرگ محمد جراحی اعتراضات وسیع اینجا در مقابل غرفه جمهوری اسلامی صورت گرفت. اینجا از محمد امین کمانگر من دعوت میکنم در رابطه با این اکسیونی که دیروز در مقابل غرفه رسمی جمهوری اسلامی داشتن برای ما توضیح بدن. با خسته نباشید به شما خواهش میکنم بفرمایید دیروز عکس العمل جمهوری اسلامی چی بود و شما به چه اهدافی رسیدین در این اعتراض شما خودتون؟ با سلام به شما و انسانهایی که این فیلم رو میبینن، ما دیروز از با یه سری از بچه‌هایی توی فرانکفورت و غیر فرانکفورت قرار گذاشتیم. طبق هر سال که ما این قرار رو می‌ذاریم و هر سال میریم در مخالفت با جمهوری اسلامی به خاطر جنایاتی که این رژیم در طول 38 سال مرتکب شده و توی ایران آدما رو به سیخ کشیده، ما دیروز شخصا من اینو گفتم اونجا، ما زبون اون زنایی هستیم که توی زندان ها نمیتونن به صدایشون بیرون برسد و اون آدمایی که از کارگرانی که اونجا توی زندان ها هستن فقط به خاطر حقوق خودشون و دفاع از حرمتشون ما اونجا رفتیم و اونجا به نظر من نماینده یا زبون بریده اون آدمایی بودیم که توی زندان ها هستن. اونجا رفتیم با عکس های از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی، به خصوص عکس محمد جراحی رو من نشون دادم و گفتم اونجا به سرپاسدار اونجا اگه جرأت داری بیای میتونی بگی که چرا محمد جراحی را چند هفته پیش کشتید و این رضا شابی که عکسش الان با من استش، به نظر من اگه جامعه بین المللی، اگه آدمای شرافتمند توی دنیا، اگه ما نجنبیم دقیقا اون بلایی که سر محمد جراحی آوردن سر رضا شابی میارند، چون این سیاست این جمهوری نکبت اسلامی است که این کارا بکند. ما
یا من شخصا میگم به ناشرایی که ما مخالف ناشرا نیستیم، جمهوری اسلامی فقط میخواهد از این مسئله سوء استفاده ببرد. ما مخالف هیچ ناشری نیستیم، ناشرایی که میان اینجا زندگیشون از این راه در میان، ما مخالف اونا نیستیم. منظورتون ناشران خصوصیه شما؟ ناشران خصوصی که میان اینجا و جمهوری اسلامی به نظر من میخواه از اونها یه به چیزی درست بکنند، پردهی درست بکنند به خاطر نمایشگاه. ما مخالف این ناشری نیستیم، ناشران خصوصی، و کاریم به اونا نداریم. ما رفتیم در برابر غرفه جمهوری اسلامی، ما اعتراضمون به جمهوری اسلامی و به سیاست های ضد بشریش رو انجام دادیم که اونجا واقعا دست پاچه شدند اونجا. خیلی ممنون. و این نمایشگاه تا کی ادامه داره؟ و آیا در رابطه با اعتراض دیروز شما، جمهوری اسلامی به طور رسمی ادعایی و یا اعتراضی در سایت های ایرانی به این مسئله کردن یا نه؟ یا هنوز عکس العملی رسمی از طرف دولت نشده نسبت به این اعتراض شما؟ من تا جایی که بچه ها به من خبر دادن، خودم شخصا توی سایت ها هنوز وقت نداشتم برم چون کارهای دیگه اینجا دارم، ولی عکس العمل نشون داده، اعتراض خودشون رو کردن به رئیس نمایشگاه. رئیس نمایشگاه در جوابم گفته ما نمیتونیم اینجا، یک کشوری دموکراتیک، نمیتونیم جلوی هیچ ناشری رو بگیریم. ولی من بازم میگم اونا یه سری ناشره را آوردن، میخوان پشت این صحنه آدمایی که شخصی دارن کار میکنن پشت این صحنه بیارن. جمهوری اسلامی به شدت اعتراض کرده و فهمیده که ما به اصطلاح چی کردیم و چی میخواهیم، و هر ساله من این به جمهوری اسلامی قول میدم، امیدوارم که طوری باشه که سال دیگه نیایند. و من همین الان میگم هر سال که اونا بیاین ما اینجا هستیم، تا زمونه ای که اعدام باشد، تا زمونه ای که سنگسار باشد، تا زمونه ای که زندانی سیاسی باشد، تا زمونه ای که این رژیم جمهوری اسلامی باشد، ما اینجا هستیم و علیه توی غرفه اعتراض میکنیم. با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادین.